سلام دوستان هویجی، یک بار دیگر با یک ویدیو از هویج با شما هستیم. هیچ یک از ما تصورمان از میوه با ترس یا هیجان منفی همراه نیست، اما با وجود انواع میوه های لذیذ و خوش عطر و خوش طعم در جهان، برخی از آنها ظاهری فرازمینی و ترسناک دارند که شاید با دیدنشان میل چندانی برای خوردنشان نداشته باشید. با هویج همراه باشید تا شما را با عجیب ترین و ترسناک ترین میوه ها آشنا کنیم. دست بودا. دست بودا از خانواده بالنگ هاست و اغلب در کالیفرنیا کشت می شود. فقط از پوست این میوه استفاده می شود و قسمت داخلی آن خوردنی نیست. این میوه روی درختچه ها و درخت های کوچکی که شاخه های بلند و نامنظمی دارند و پوشیده از خار هستند می روید. برگ های بزرگ و بلند مستطیل شکل این درخت به رنگ سبز کم رنگ است. چینی ها این میوه را به عنوان هدیه در جشن سال نو به یکدیگر هدیه می دهند، زیرا اعتقاد دارند برای آنها خوششانسی به ارمغان می آورد. رامبوتان. رامبوتان نوعی درخت با اندازه متوسط و مربوط به مناطق گرمسیری و استوایی است که میوه های قرمز، شفت و گرد دارد. این میوه ها ظاهری شبیه موجودات فضایی دارند و گوشت داخلشان نیز شبیه سفیدی چشم یک هیولای ترسناک است. میوه درخت رامبوتان در تایلند به نام میوه مودار نیز معروف است. کدوی کارناوال. پوست این کدوی سبز که بیشتر شبیه کدو حلوایی است به قدری زخیم است که آدم احساس می‌کند قولی بزرگ در شکم آن لانه کرده است. قسمت گوشت درونی این کدو شبیه پرتقال بی‌رنگ و روست. کدوی کارناوال مملو از ویتامین‌های آ، س و پتاسیم است. میوه کاکتوس. کاکتوس گلابی در کالیفرنیا کشت می شود و در اسپانیا به آن توناس می گویند. در ایران هم به آن گلابی خاردار یا انجیر کاکتوس گفته می شود. میوه کاکتوس تنها میوه است که در ردیف سبزیجات هم دسته‌بندی می شود. گوشت این میوه شیرین مزه و آبدار و دانه های ترد سیاه رنگی در بافت آن پراکنده است. میوه اژدها. اجازه ندهید ظاهر زشت و دوست نداشتنی این میوه شما را گول بزند. داخل آن سفید با دانه های مشکی است و طعم بسیار عالی دارد. میوه اژدها فقط در شب شکوفه می کند و گلهایش عموماً بزرگ و سفید هستند. از دیگر نامهای این میوه می توان به گلابی توت فرنگی نیز اشاره کرد. نوع دیگر آن پوست زرد، گوشت سفید با دانه های سیاه دارد و به عنوان دراگون زرد رنگ شناخته می شود. چری مویا. این میوه شبیه نارنجک یا وزغ فرانکشتاین است تا یک میوه خوردنی، اما طعم گوشت سفید داخل آن خوب است و مانند یک بستنی ساده در دهان شما آب خواهد شد. این میوه ترسناک در درمان اسهال خونی و کاهش تب بسیار مفید است، اما باید بدانید که دانه های آن سمی هستند. این میوه یک منبع عالی از ویتامین C، کربوهیدرات، پتاسیم، فیبر، ویتامین ها و مواد معدنی ضروری است. پشن فروت. پشن فروت ظاهری تخم مرغی دارد و در مناطق گرمسیری یافت می شود. دانه های آن عالی ترین منبع فیبر محسوب می شود. پشن فروت خاصیت خواب‌آور نیز دارد و اگر پیش از خواب مصرف شود، در تمدد اعصاب و خواب راحت تأثیر بسزایی خواهد داشت. عطر و بوی آن شبیه گواوا و بسیار شیرین است. دوریان. دوریان با بوی بسیار زننده و بدش شناخته می شود. حتی اگر بتوانید این بو را تحمل کنید، باید برای رسیدن به مغزش از پوست سخت و زرد رنگش عبور کنید. دوریان حاوی مواد مغذی بسیار بالاست. این میوه در مناطق گرمسیری در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای جنوب شرقی آسیا رشد می‌کند. جک فروت. این میوه استوایی با اینکه بسیار خوشمزه است، اما خطرناک نیز هست. با اینکه جک فروت ضرری ندارد، اما هنگام افتادن از درخت می‌تواند کشنده باشد، زیرا 36 کیلوگرم وزن دارد. بسیاری از گیاهخواران آن را به خاطر دارا بودن فیبر فراوان به جای گوشت مصرف می‌کنند. این میوه سرشار از پروتئین، پتاسیم و ویتامین B است. میوه مارگونه. نام این میوه با توجه به پوستش انتخاب شده و خودش هیچ ارتباطی به مار ندارد. طعم آن شبیه ترکیب آناناس، موز و آجیل است. میوه مارگونه با نام سالاک هم شناخته می‌شود. نونی. به نظر می‌رسد نونی یا همان شاه توت هندی از دنیای دیگری وارد دنیای ما شده. این میوه جزء خانواده قهوه محسوب می‌شود و اسامی مستعار بسیار دیگری هم دارد. نونی برای درمان بیماری‌های کبدی متعدد و حتی قاعدگی زنان کاربرد دارد. ریشه نیپا. ریشه نیپا از درخت نخل نیپا به دست می‌آید. این درختان که در کشور مالزی یافت می‌شوند به خاطر بدنه تنومندشان مشهور بوده و به همین دلیل ارزش بالایی دارند. ریشه نیپا می‌تواند در فرایند تخمیر نوشیدنی‌های الکلی به کار گرفته شود. شکری که از این ریشه به دست می‌آید عملاً بدون کاربرد باقی می‌ماند، زیرا فرایند تصفیه و تجاری‌سازی آن با مشکلاتی روبروست.
اگر ریشه نیپا را به حال خود رها کنید، بعد از گذشت 10 روز به سرکه تبدیل خواهد گشت. ممنون که تا انتها با هویج همراه بودید. نظراتتون را در قسمت کامنت قرار بدید و بگید چه موضوعاتی رو بیشتر دوست دارید. هویج هواتون رو داره.